صدایی بود. این چه گروه رپ بد صدایی بود، بدترین گروه رپی که من گوش دادم این بود. اعوذ بالله از تو عرق ملیت همشم مثلا. هی واتس اپ، من میز پیکس بای. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبی لالا پاشاتون. اینجا مدیای اتحاد تمامی فارسی زبان است. بچه، ترانه ای که امروز در نظر داریم یک ترانه ای به اسم آی ام از آقای ای کی تر تین، یعنی ای کی 13 فیت ساهر. واسه اولین باری که میخوام این ترانه از این خواننده رو گوش بدم، بریم با هم دیگه بشنویم ببینیم که چطوری میخونه و نظرمون رو راجبش بدیم. و این خواننده خوبه، تاجیکستانی. قبل از اینکه این ویدیو رو لطفاً بریم با هم دیگه ببینیم، لطفاً کانال منو سابسکرایب کنیم و زنگوله بغلش هم روشن کنیم، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنیم، آیدی اینستاگرام هم بالا میاد، اونجا مثلا منو فالو کنیم. بریم ببینیم که آقای ای کی چه کار میکنه. Are you ready؟ بعد این کوچه بازار رو میبینید که چقدر محل به قولی سنتی هست و ما دیگه توی این کوچه پس کوچه های این شکلی بزرگ شدیم دیگه. یعنی دقیقا ما رو یاد قدیم خودمون میندازه، یاد ایران میندازه و همین الانش هم همچین بازارهای سنتی ما داریم که واقعا میری داخلشون حس زنده بودن و اونجا شما درک میکنی کاملا. بریم ادامه. چه جای قشنگی بچه، چقدر شهر رنگ و برنگیه. حالا نمیدونم کدوم شهر تاجیکستانه. و این گنبد آبی رو میبینید، اون خونه های رنگ و رنگ روی تپه رو میبینید، این ماشین های رنگی رو میبینید، این چتر های رنگی رو میبینید. چقدر زیباست، چقدر زیباست. یعنی واقعا شهردارش دستش درد نکنه. شهردار کارش به قولی اینه که خیابون های شهر رو درست کنه، درخت ها رو درست کنه، حالا خونه سازی و این چیزها رو انجام میده. و ببینید این شهردار و اون معماری که اینا داشتن چقدر خلاق بوده و اینقدر رنگ و لعاب خاصی به شهر داده و زیباش کرده. به این باره قراره دقیقا به همین شکل آدم رو واقعا گیج میکنه. من الان فکر کردم یک ترانه سنتی مثل ابیات حافظ و سعدی و مولانا رو میان میخونه، ولی یه ریتم خیلی گنگ گرفت، یه ریتم اصلا انگار هفتیر میخواد بکشه طرف و بکشه، یه همچین سبکی رو گرفت به خودش. واقعا جا خوردم. بریم ادامه. چیه اجه چی میکنون ها کسو کارم کیه، دروغ و دقلی ذاتم نیه، اگه خوش کردی رپ مدقاتم بیه، مستون بچه روی ای سرک میخوا. من پسر این خیابونم، این پرنده منم از این ترانه به وجه اومده. چه بالی داره اونجا میزنه، موسیقی تأثیر میذاره، یعنی هم روی انسان و هم روی حیوانات پرنده های دوروبر تأثیر میذاره. الان حسش اون پرنده گرفت، مطمئنم. اینقدر حس این ترانه قوی بود، اینقدر این ترانه گنگ بود، اینقدر این ترانه هفتیری بود، کلانشی بود، مثل یه سیلی بود توی دهن باقی ترانه های رپ. بریم ادامه. من از زندگی که ندارد درک چه باشه کیفم تو کگه برم بیتیم کلاشا که سور کنیم دم بدن با تلی چلک، این استق قصه ای سیندرلا به کاری فلم پرن شهوت تو استم. اصلا نیوه کنید اون تیپ و استایلشون کلا فرق داره با باقی خواننده های رپ.
یعنی خواننده های رپ امروز مثلا توی ایران همه یه تیپای سوسولی ابرو بر میدارن و مو رنگ میزنن، اینا نه، اینا دقیقا خواننده های کوچه بازاری هن. یعنی از خونه های، از یعنی به قولی میشه گفت خواننده هایی بودن که اون از با سختی بزرگ شدن، مثلا از فقر بزرگ شدن، توی درد جامعه بزرگ شدن و الان دارن از سختی اون روزگار دارن میخونن که الان مثلا به جایی رسیدن که به اوج رسیدن و خوانندگی میکنن و به شهرت رسیدن. یعنی اون گذشته خودشون رو یادشون نرفته. بریم ادامه. خط فقر و اختلاف اجتماعی تقصیر توی که خوش جن شدم هم بسم الله اعوذ بالله از تو و ارق ملیت همشم مسیر رپ ما و خط فکریت اعوذ بالله این فقر ملی یه اینجوری هم گفت رپ اصلی اینه، رپ اصلی اینه. رپ اون نیست که جوانه امروز میخونن وای من عاشق چشماتم، وای اگه این دختر به من بگی نه من میرم خودمو میکشم، اینا رپ نیست. رپ اصلی در کل باید مشکلات جامعه رو بگی، اون درد مردم رو بگی، درد دل مردم رو بگی، اون سختی هایی که مردم متحمل شدن رو شما باید بگی. به این میگن رپ، به این میگن رپ اعتراضی. این رپه، احسنت، به قولی میشه گفت این پدر رپ تاجیکستانه. تو بگو کت قافه یا که غی نفران اگه فامیدیم آنا کو بریم لایک راه فی دینه پرست و مسکینه سلاحم رپ مست کلمات مرمیمه تو بگو برم همی خاکی یا که زنجیره کلمات مرمیه، یعنی واژه ها مثل گلوله میمونه، واژه ها قدرت تخریب دارن، واژه ها قدرت اینو دارن که بزنن یکی رو ناکار کنن. فکر کنم، من احساس میکنم توی تاجیکستان هیچ کس جرأت نکنه با این گروه رپ در بیافته، چون یک گروه رپیه که درد سختی رو کشیده، کارش به شدت درسته بچه ها، کارش به شدت درسته و اولین رپیه که اینجور منو تحت تاثیر قرار داده. بریم ادامه. دبای مصر شده مفقانی تقصیر کیه اگه خوش شده بهار ارمانم جگرم خون انار غندارم اگه ظاهرم خوشتر از دشت بک و باشم. یکی از رپخونه ایرانی هم هست که مثل صدای این بند و خدا رو داره و صداش دیگه خوراک رپخوندنه دیگه و تیپ جالب اون بنده خدا رو نگاه کنید پشت سرشون وایستاده و توی دوربین نگاه میکنه، چقدر جذاب و دیدنیه. یعنی من احساس میکنم اینا همینجور یهویی اومدن توی بازار میخونن که مردم از کنارشون رد میشن اینجور توی دوربین نگاه میکنن با تعجب، دارن بداهه واسه بدون اینکه قبلا کارگردانی شده باشه و بهشون گفته باشن این کار کن اون کار کن، نه اینجور چیزی در جریان نبوده و دارن اینجور زنده دارن اجرا میکنن. بریم ادامه. مگم باطنم هوای پروانم مستم صدای تو صدای مردم گه در قبودم در انتظار در مستم قلم سرخ و برگ کاغذی که هر دفعه به ترانه همینجور خوبه، ترانه یک خوبه که احساس آدم رو تحت تأثیر قرار بده، ترانه خوبه که آدم خودش نگیره باش، ترانه خوبه که آدم حسش ناخودآگاه باشه، اون حرکاتی که از خودش بروز میده ناخودآگاه باشه، مثل این حرکات و این چیزا، اینا ناخودآگاه، اینا فرکانسیه که این ترانه رپ به آدم منتقل میکنه، این حرکاتو ازش بروز داده میشه. بریم. افتخار رپ من از سرخ و مار سرخ و مار هم دلیه یک ملت در پای انقلاب من کنار تو کنار هم کنار ما میشه خط کلام هیپ هاپ یعنی کار من. احسنت. به این گروه که الان این نفر دوم خونده اینقدر با هم دیگه هماهنگن، احسنت بهشون. مثلا یه جور گروه هایی که اینقدر خوبن، این گروه ها خیلی مورد هیت یا به قولی بعضی هم این ازشون انتقاد میکنن، یعنی ازشون بد میگن از روی حسادت، مثلا میان میگن که ای بابا ای چه گروه رپ مسخره ای بود، این چه گروه افتضایی بود، این چه گروه رپ
بد صدایی بود، بدترین گروه رپی که من گوش دادم این بود. بعضی هستن میان اینجوری از روی حسادت اینجور میگن تا گروه اعتماد به نفسش بیاد پایین، گروه از همدیگه بپاشه. اینجور شخصایی هم هستن که همچین هیتایی میدن به اینجور هنرمندهایی با استعداد. واقعا من که به قولی تعجب کردم، کیف کردم از خوندن این گروه موسیقی آقای IMAK فیت ساهر. پرقدرت‌تر باید ادامه بدن، من طرفدارشونم. خوش بگی لاله تا حالی دا طولی تاریخ سخمایی مندی با خونی تاریک داخل مدت زمان زیادی نمره یادم ولی ما. خب حالا نمیدونم این گروه چند تا خواننده اصلی داره، تا الان فکر کنم 3 نفر خوندن، ولی اینجا نمیشه AK13 فیت ساهر. ولی خب الان یه شخصیت جدیدی هم اومد که با یک مدل ریش و سیبیل متفاوتی اومد و یه سبک بسیار زیبا و جذاب رپی اومد داره میخونه. احسن بهش، کارش درسته. به قولی رپ خوندن باید همینجور باشه، رپ باید یه گروه باشن همشون از یه درد مختلف جامعه بگن. این گروه های رپ شهرت جهانی پیدا میکنم. بریم ادامه. دادم شهدای بر چیزی که حال داره با عزد خدای متعالی ساختیم اتحادی و ادامت دارم متعالی. احسن، باز با خدای متعال ساختیم یک اتحاد. اینو که گفت، اگه من طرفداریم نسبت به اینا از 10/8 بود، الان شد 10/10. کسایی که حرف از اتحاد میزنن محبوب دل من میشن، چون که هدف منم اتحاد بین فارسی زبون است. بریم. تمی خاک شدیم ما متولد گپ از دیفاش باشه همون جاق و توره برای حفظشان همه تو ما چیریکیم بد کنی بر همه ما چیریکیم. چیریکه میدونین چیه؟ به کسایی که لباس جنگی میپوشن و توی کوه و تپه و این چیزا میرن و برای آزادیشون تا جون دارن می جنگن، تا خون در رگ دارن می جنگن برای به دست آوردن آزادی. به اینها میگن چریک. مثلا میگن حملات چریکی. و چقدر زیبا تشبیه کرد گروه خودشون رو به چریک، گفت که لباس چریکی می پوشیم بسیار جذاب. نکنم فیزیکی دیدی که قد کنی نالاشان دارم و میریم که اصلا بارش کنیم هوای پاک بیا از کلیک. بله، این لوکیشنشون حالا بخوایم در نظر بگیریم بسیار لوکیشن زیبا و قشنگیه. یعنی به قولی میخوره یه کارگاه قدیمی باشه، کارگاه چوب سازی، چوب بری یا مونتاژ حالا هر نوع وسیله چوبی، و یه حالت تاریک داره، دود و دم هم هست، یه نوری هم اونجایی که نوری در پس تاریکی است. مثلا میخواد بگه که در پس این سختی یا زندگی دشواری ما داشتیم یک روزنه نوری بود که ما تونستیم از اونجا شکوفا شیم. دلم که در کوچه‌های کوبولینی قسم هیپ هاپ سرکار اگستونم بگو کس که در آیم اصلا بشه با اون مرده که اونجا بالا کوه واستاده بود. ماشاءالله هزار ماشاءالله چه قد بلندی داشت. حالا نمیدونم این فکر کنه همونی بود که اونجا پای سرشون رو ایستاده بود. حالا نمیدونم اینم بعدن میاد میخونه یا نه. و اونجا میبینید که یه پسر بالا وایستاده و این نشون میده این زندگی های خشن رو داره نشون میده. و این رپرها که از این جامعه خشن اومدن بالا و اینجور شکوفا شدن. هر کسی بخواد به یه جایی برسه میتونه، هر کسی بخواد به یه مقامی برسه میتونه برسه، کافیه که توکل کنه، پشتکار داشته باشه و یک هدف راسخ داشته باشه. بریم. تروریست جرمش اثبات بشه ولی جانا جرمی نیست، بگن خیر از اسلامش خوب ولی مشکل موضوعی کنون نیست که جایی تحقیق رسپان میشه موت مرد. خب دوستان عزیز، این بود از ویدیو امروز ما از این ربخونای خوب تاجیکستانی. من که واقعا لذت بردم از این ترانه و به پلیلیست من اضافه شد. اگه نظر بد پیشنهاد دارین لطفاً واسه من کامنت کنین، ترانه درخواستی دارین بریم کامنت کنین، میخونم و ریاکتش میدم. اگه از این ویدیو لذت برین لطفاً کانال من سابسکرایب کنین، زنگولی بغلش هم روشن کنین، ویدیو رو هم لایک و کامنت کنین. آیدی اینستاگرامم بالا میاد، اونجا حتما منو فالو کنین. من از نگاه زیباتون خیلی دوستتون دارم. گود بای.